پایان نصرالله، فاز بعدی جنگ چیست؟ زاهیه جنوبی در بیروت، جایی که جمعه 6 مهر ماه در ساعت 7 بعد از ظهر هدف حمله سهمگین اسرائیل قرار گرفت و حالا میدونیم که هدف حسن نصرالله دبیرکل حزب الله بوده. اون چه در ادامه میبینید تحلیلی از ساسان آقایی با صدای من مجتبی حسامی و کاری از گروه مدبویزه. برای از دست ندادن قسمت‌های جدید سابسکرایب کانال ما رو فراموش نکنید. مدبویز رسانه آزاد، رایگان و مستقل و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه. حالا بریم و ببینیم که جنگ اسرائیل و حزب الله پس از ترور نصرالله به کجا میرسه. متاسفانه حزب الله لبنان خبر شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو تایید کرد. اینجا زاهیه در بیروت، پایتخت لبنان. این تل از آوار که می‌بینین مجموعه ای از ساختمونایی که اسرائیل روز جمعه در سنگین‌ترین حمله ماه‌های اخیرش به لبنان هدف قرار داد و تلی از خاک و بتن باقی موند. دست کم 6 ساختمون به همراه شبکه‌ای از تونل‌های زیرزمینی در این حمله به شکل کامل از بین رفتن، جوری که خیابونای اطراف منطقه تا شعاع 200 متری فرو ریختن که دلیلش ریزش شبکه‌ای از تونل‌ها بود. اسرائیل تو این حمله از مجموعی از بمب‌های صخره‌شکن با نام GBU-28 استفاده کرد. این بمب‌ها به زیر سطح زمین نفوذ می‌کنن و در زیر زمین منفجر می‌شن و آمریکا اونا رو مخصوص تأسیسات زیرزمینی ساخته. دلیل استفاده اسرائیل از این بمبای ویژه روشن بود. اونا یک هدف بسیار خاص داشتن. حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان. برای 15 ساعت پس از حمله، از سرنوشت نصرالله خبری در دست نبود. پروازهای متعدد پهپادهای جاسوسی اسرائیل بر فراز بیروت نشون میداد که اسرائیلی‌ها هم در جستجوی نشونه‌ای درباره حضور نصرالله در ساختمانی هستند که گفته شده مقر رهبری حزب الله بوده. البته از همون ابتدا برخی منابع آگاه بدون نام به رسانه‌ها درز داده بودند که اسرائیل از ورود نصرالله به ساختمان هدف گرفته شده با خبر شده و عملیات ترور رو به انجام رسونده. حزب الله و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله شبکه خبر هم که در حال پوشش پخش زنده رویدادهای بیروت بودند، خبر دقیقی از سرنوشت نصرالله نداشتند. سرانجام پس از 15 ساعت سخنگوی ارتش اسرائیل رسما اعلام کرد که نصرالله حذف شده است. این خبر تا چند ساعت بعد از سوی حزب الله تایید نشد تا اونها هم بالاخره بعد چندین ساعت با انتشار بیانیه ترور و مرگ نصرالله رو مورد تایید قرار دادند. این اقدام ناگهانی و بهت‌آور اسرائیل در ترور مستقیم رهبر حزب الله لبنان شرایط منطقه رو بیش از پیش پیچیده کرده. بسیاری از طرف‌های درگیر در منطقه و همچنین تحلیلگرای داخلی و خارجی هیچ وقت گمان نمی‌کردن که اسرائیل مستقیم دست به حذف نصرالله بزنه. به ویژه که با وجود ضربه‌های شدید اخیر اسرائیل به حزب الله از ترور فؤاد شکر تا انفجار پیجرها و ترور ابراهیم عقیل و فرمانده‌های گروه رضوان، نصرالله تونسته بود از درگیر شدن حزب الله در یک جنگ تمام عیار علیه اسرائیل جلوگیری کنه و به نظر می‌رسید حزب الله با توجه به وضعیت داخلی لبنان و وضعیت خارجی علاقه‌ای به یک جنگ همه جانبه با اسرائیل نداره. به این دلیل و همچنین به خاطر پیامدهای خطرناکی که ترور نصرالله میتونه در پی داشته باشه، بسیاری در منطقه و جهان فکر نمی‌کردند که اسرائیل دست به ترور مستقیم دبیرکل حزب الله بزنه. اما اسرائیل
این تصمیم رو گرفت و انجامش داد و حالا پرسش میلیون دلاری تو خاورمیانه اینه که با ترور نصرالله چه اتفاقی در انتظار منطقه است؟ اسرائیل با مجموع اتفاقای این دو هفته گوی داغ رو به حزب الله سپرده. در حقیقت حالا حزب الله که باید واکنشی به نه فقط ترور دبیر کلش بلکه مجموع ضربه های اخیری که دریافت کرده نشون بده. در این ده روز اسرائیل با انفجار پیجرها جان گروهی از نیروهای حزب الله رو گرفت و بخش زیادی از نیروهای این گروه و از جمله سفیر جمهوری اسلامی در لبنان مجروح شدند. به فاصله 72 ساعت حزب الله گروه رضوان و فرماندهی اون ابراهیم عقیل رو هدف قرار داد که به ترور 20 فرمانده ارشد این گروه انجامید. گروه رضوان برجسته‌ترین شاخه نظامی حزب الله به شمار می‌رفت. پس از این هم حملات اسرائیل به مواضع حزب الله از جمله انبارهای تسلیحات این گروه و دیگر فرماندهانش ادامه یافت تا سرانجام به ترور نصرالله انجامید. حزب الله تلاش کرده تا با حملات راکتی به شهرهای اسرائیل پاسخی به این ضربه ها بده، اما حمله های حزب الله از کوبندگی و بازدارندگی لازم برخوردار نبوده. با ترور دبیرکل این گروه هم با کنش متقابل باید حمله هایی بسیار بزرگتر و پرتلفات به اسرائیل باشه، اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاد. حزب الله چه میکنه؟ برنامه حزب الله چی؟ در اینجا چند مشکل برای حزب الله در واکنش به ضربه های اسرائیل وجود داره. 1. کادرهای اصلی رهبری حزب الله و کسایی که تصمیم گیری های مهم با اونا بود ضربه سنگینی خورده و خیلی از نیروهایی که ترور شدن دست کم در کوتاه مدت توی حزب الله جانشینی ندارن. 2. رهبرای دیگه حزب الله و کسایی که دارای گزینه های درجه دوم به بعد در سلسله مراتب حزب الله به حساب میان هم حالا به دلیل بحث حفاظتی و امنیتی قادر به برقراری ارتباط با دیگر رده‌های سازمانی حزب الله نیستند. در نتیجه حزب الله تو این روزا قادر به یه تصمیم گیری واحد و دقیق نیست. 3. حتی اگه کسایی هم باشن که بتونن تصمیم بزرگی مثل ورود حزب الله به یه جنگ تمام عیار رو بگیرن و تمام رده‌های سازمانی هم از اونا پیروی کنن، بازم مشکل اولیه حزب الله باقی. کشور لبنان از نظر بحران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در وضعیتی نیست که بتونه یه جنگ پرهزینه و پرتلفات رو تحمل کنه. این حتما تو تصمیم حزب الله اثر میذاره. 4. به جز بحث تصمیم گیری به نظر میرسه که اسرائیل این روزا بیش از هر وقت دیگه‌ای در وضعیت عمیق آماده باش اطلاعاتی و عملیاتی قرار داره و به مانند 7 اکتبر غافلگیر نمیشه. بنابراین اگه حزب الله تصمیم به ورود به یه جنگ تمام عیار علیه اسرائیل بگیره، اسرائیل از برتری موضع هوایی در برخورد با تصمیم حزب الله برخورداره. با توجه به این دلایل، حزب الله در کوتاه مدت گزینه‌های بسیار محدودی پیش رو داره. مهمترین گزینه حزب الله تداوم و افزایش شدت حمله‌های راکتی و موشکی به اسرائیل. این برای کوتاه مدت احتمالاً تنها گزینه مستقیم حزب الله لبنان باشه. هرچند تا امروز پاسخی متناسب به حمله‌های پرهزینه اسرائیل نبوده. حزب الله میتونه در این مرحله از موشک‌های میان برد و ذخایر بالستیکش استفاده کنه و تلاش کنه با افزایش دامنه حملاتش تلفات جدی در اسرائیل ایجاد کنه. اما این روش با محدودیت‌هایی در زمینه عبور از پدافند اسرائیل همراه. در کوتاه مدت حزب الله جز افزایش فشار موشکی بعید گزینه دیگه‌ای داشته باشه.
اونا البته منتظر ورود زمینی اسرائیل به لبنان هستن، چون بر این باورن که برخلاف هوا تو جنگ زمینی بر دشمنشون برتری دارن. اما اینم بعیده که اسرائیل خیلی زود تصمیم به ورود زمینی به لبنان بگیره. مهمترین مسئله برای حزب الله و تداوم بقای این گروه اکنون نه پاسخ به اسرائیل، که تجدید سازمان و افزایش عمق سازمانی این گروه به شکلی که بتونه انسجام عملیاتی خودش رو بازآفرینی کنه. این موضوع هم یه مسئله میان مدته، نه کوتاه مدت. برای کوتاه مدت حزب الله احتمالاً انتظار پشتیبانی جمهوری اسلامی و ورود اون به جنگ با اسرائیل رو داشته باشه. آیا جمهوری اسلامی وارد چنین معرکه‌ای میشه؟ در ایران و در میون هواداران جمهوری اسلامی صداهای بسیار زیادی درباره ضرورت پاسخ محکم و قدرتمند به اسرائیل شنیده میشه. از جمله روزنامه کیهان در شب حادثه با تیتر اسرائیل گورش را کند زیر چاپ رفت. اما تا این لحظه به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی ریسک یک اقدام همه جانبه علیه اسرائیل رو متحمل بشه. درگیری مستقیم با اسرائیل با توجه به رویکرد کنونی دولت نتانیاهو میتونه به پیامدهایی همه جانبه و غیر قابل پیش بینی هم برای جمهوری اسلامی و هم اسرائیل منتهی بشه. بنابراین احتمالاً در تهران از چنین سناریویی عبور میکنه. به جای اون انتظار میره که نیروهای نیابتی در عراق و یمن که خیلی کمتر از حزب الله در تیررس اسرائیل هستن به کمک حزب الله بشتابن و تلاش کنن تا اسرائیل رو با پرتاب موشک‌های میانبرد و دوربرد تهدید کنن. امتیاز دیگه این دو جبهه اینه که جمهوری اسلامی هم برخلاف وضعیت کنونی در لبنان قادر به پشتیبانی تسلیحاتی و حتی اطلاعاتی از نیروهای هشت الشعبی عراق و حوثی‌های یمن هست و اونا از جهت خالی شدن انبارهای تسلیحاتیشون چندان نگرانی ندارن. سناریوی احتمالی واکنش به اسرائیل میتونه یک حمله همه جانبه بالستیکی از سوی چهار محور عراق، لبنان، یمن و بلندی‌های جولان با موشک‌های دارای سرجنگی‌های سنگین و میانبرد و دوربرد باشه که هدف اون برپا کردن شب و روز خونین و پرتلفاتی در اسرائیل. در این سناریو جمهوری اسلامی مستقیم وارد نمیشه، اما صحنه عملیات علیه اسرائیل رو مدیریت خواهد کرد. در مقابل انتظار میره که آمریکا، بریتانیا و فرانسه به عنوان متحدای اصلی دفاعی اسرائیل به تقویت فوری نیروهاشون تو منطقه بپردازن تا درست به مانند فروردین که اسرائیل هدف حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی بود به کمک اسرائیل در دفع حمله نیروهای نیابتی بشتابند. با توجه به این سناریوها و احتمالات، منطقه تازه وارد مرحله جدیدی از تنش و جنگ شده و ترور نصرالله پایان هیچ چیز نیست، تازه آغاز ماجرا است. اون چه دیدین؟ تحلیلی از ساسان آقایی با صدای من مشتبه سامی بود. ممنون که ما رو تماشا میکنید و میشنوید. برای پشتیبانی از مدبویز کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوها و پادکست هامون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. مدبویز رسانه آزاد، رایگان و مستقله و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه.